سلام به صنف نقاشی مادران خوش آمدید موضوع امروز ما فوتوشاپ و ساختن هنر است این صنف توسط کیم جونگ سام معلم هنر در مکتب متوسطه ویژن در کوریا تدریس شد من قدر او صنف را دوست داشتم که میخواستم آن را با شما انجام بدم بنابراین امروز درس صنف او را آماده کردم عکس ها چی ویژگی هایی دارند؟ اولا قابلیت ثبت و تاریخی بودن را دارند. این به باز یک موضوع در واقعیت به عنوان یک تصویر واقعی و عینی اشاره دارد باز به معنای بیان چیزی همان گونه که هست این تصاویر یکی از نمونه هاست می توان گفت که این یک عکس بسیار قدیمی هست زیرا سیاه سفید است این عکس رنگ هایی دارد اما با نگاه کردن به آن لباس مکتب قدیمی می توانیم بگوییم که این یک عکس قدیمی هست اگر از آن عکس بگیرید می توانید بعد از مدتها چیزی را به خاطر بسپارید بنابراین ضبط آن معنادار است خاصیت دوم تکرارپذیری هست تکثیر به معنای گرفتن چند کپی از چیزی است این مونالیزا لئوناردو داوینچی هست که در سراسر سر جهان بسیار مشهور است آیا شما آن را دیدید؟ در ابتدا یک و تنها کپی از آن نقاشی وجود داشت اما با معروف شدن آن ماکت های بیشماره شروع به ساخت کردند. اگر از چیزی عکس بگیرید می توانید صدها کاپی تهیه بکنید. سیومین مشخص عکس هوش مصنوی هست. هوش مصنوی خود یک مخفف است. با پیشرفت تکنولوژی در جامعه مدرن اکنون به جایی رسیده است که مردم از زندگی بدون هوش مصنوی احساس ناراحتی کنند. امی حال مترجم گوگل که من برای ارتباط با شما استفاده می کنم هم یک گوش مصنوی هست. در اینجا یک عکس هوش مصنوی وجود داره به این معنا که این افراد واقعی نیستند بلکه عکس های جلی هستند. به نظر شما کدام یکی است؟ در واقع من هم جوابش را نمی دانم. ای چقدر واقع بینانه است که ما نمی توانیم تفاوت بین واقعی و جلی را تشخیص بدهیم. بنابراین ما با سی ویژگی عکس آشنا شدیم. بیایید به یک دیگری از ویژگی های جالب عکس ها نگاه بندازیم. این تصویر از یک عکاس کوریایی میون کولی هست. در نگاه اول یک منظره معمولی به نظر می رسد. اما با دقت نگاه کنید آیا می توانید تفاوت را با منظر معمولی ببینید؟ طبیعی و در حین حال ناشنا به نظر می رسد درست است؟ شما حق دارید که چنین احساس داشته باشید این دقیقا همان چیزی است که عکاس در نظر گرفته است. او از منظره جدید به مناظر معمولی روزمره نگاه می کرد و به شیوه جدید عکس می گرفت و زندگی روزمره را به هنر تبدیل می کرد. او فکر می کرد که زندگی روزمره و چیزهای معمولی می تواند به هنر تبدیل شوند. این فقط فکر او نیست. من و اکثر هنرمندان هم موافقیم. هنر چیزی نیست که برای مردم دشوار باشد زیرا خاص و غیر معمول است و روی موانع بالا قرار ندارد. در واقع هر چیزی که ما زندگی می کنیم هنر است فقط در نوع نگاه و دیدگاه و ذهن تفاوت است امیدوار است از طریق این صنف معنای آن را تجربه و درک بکنید بنابراین ما یک صنف عکاسی خواهیم داشت که زندگی عادی روزمره را درست مانند کارهای عکاسی لیمیون به هنر تبدیل بکند اطراف چیست یک عکس بگیر این تصویری از دانش آموزان صنف نهم ویژن است که در حال عکاسی هستند این مجموعه یک سای شاگردان است. من نمیتانم بزرگ نمایی کنم و یک به یک به شما نشان بدهم. اما تصاویر واقعا متنوع هستند درست است؟ اگر به آن نگاه بکنید می بینید که همه چیز در زندگی روزمره ما براحتی دیده می شود. و بعد از گرفتن عکس به آن عنوان انتخاب بکنید. عنوان چیزی است که به طور مفهومی داستان تصویر را بیان می کند. بنابراین عنوان را می توان بخشی از هنر دانست. این شاگرد از یک ماشین عکس گرفت و عنوان آن را شیپ آف شیپ گذاشت و شاگرد دیگری عکس خود را پیدا کردن تصویر دیگری عنوان کرد شاید او آن را این گونه عنوان کرد تا بینندگان کم تفاوت را تشخیص دهند زیرا گلبرگ های گل بسیار شبیه به هم هستند و دانش آموز دیگر عنوان او را چهره مگس گذاشت شاید به این دلیل است که آنها شبه چشمان مگس هستند این خیلی سرگرم کننده نیست لیم جونگ سام گفت کشف به این معناست که به یک چیز نگاه کنیم اما به فکر بفتیم که هیچ کس تا به حال به آن فکر نکرده است. این شاگرد ممکن است شبیه عکس گرفتن از یک طبقه به ارزش به نظر برسه، اما ممکن است چیز جدید را کشف کند متوجه شود که هیچ کس تا به آن فکر نکرده به او بیایید موارد مهم امروز را خلاصه بکنیم اول دیدگاه متفاوت در دیدن طبیعت آشنا و اشیای معمولی دوم حساسیت برای تبدیل یک چیز کوچک به یک تصویر خاص سوم چشم به پرورش زندگی روزمره و زندگی خود به عنوان هنر به یاد داشته باشید که اینها خیلی مهم هستند و این ویژگی ها می توانند با مشاهده فعالانه به آنچه که در اطراف ما هست رشد بکنند این توضیحات یک اندازه طولانی بود همینطور نیست حالا ما یک سنف عملی داریم خیلی ساده است مرحله اول یک قاب بسازید مرحله دوم یک عکس بگیرید مرحله سوم را عنوان بگذارید خیلی آسان است درست است آسان است اما ای آسان بودن به این معنا نیست که باید از هر چیزی که پیدا کرده عکس بگیرید اول باید در موردش فکر بکنید بعدا درست است ما صنف امروز را به پایان می رسانیم. از این هفته در خانه با اطفالتان صنف خواهید داشت. شما باید هر هفته آثار هنری فرزندان خودتان را از طریق تلگرام ارسال بکنید. این توسط یک شاگرد از رویای بزرگ گرایه شده است. تصویر همراه با توضیحات و عنوان ارسال شد. اگر توضیح اضافه شود بهتر است اما در حال حاضر نیازی به آن نداریم. تصویر اثر هنری شامل انوان و نام طفل را ارسال بکنید. لطفا تا یک روز قبل از سنف ارسال بکنید. سپس می توانم آنها را بررسی بکنم و سنف بعدی داشته باشیم. در حین برگزاری سنف اگر شما یا اطفالتان سوال دارید، هر زمان خواسته باشید در تلگرام بپرسید. منتظر صنف بعدی باشید و ما برای امروز درس اینجا توقف خواهیم داد. خیلی تشکر از شما.